سلام، من شهریار هستم، اینجا پارسی تیوی. با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این بار در مورد سپند امیر سلیمانی، مبتلا شدنش برای دومین بار به کرونا و عمل جراحی جدیدش. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید و این ویدیو رو از دست ندید. قبل از شروع ما رو سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله کنارش هم بزنید، صرفا جهت اینکه از ویدیوهای جدید ما هم مطلع بشید. دیروز کمند امیر سلیمانی با انتشار استوری در صفحه اینستاگرامش خبر از بستری شدن دوباره سپند امیر سلیمانی به علت کرونا و عمل جراحیش داد. کمند امیر سلیمانی درباره وضعیت سلامتی برادرش سپند که عمل جراحی رو پشت سر گذاشته به ایسنا گفت: برادرم عمل کرد و پس از چند ساعت عملش موفقیت آمیز بود و به بخش منتقل شده. من خودم به دیدنش رفتم. خانم امیر سلیمانی درباره علت جراحی شدن برادرش توضیح داد: برادرم به کرونا مبتلا شده بود، وقتی ریش درگیر بیماری شد شروع به تزریق داروهای کرونا کرد. شامگاه گذشته دل درد خیلی عجیبی گرفت، به نفعی که دوباره او رو به بیمارستان بردیم. سی تی اسکن کردن و گفتن یه تیکه از رودش پاره شده. البته من هنوز دکترش رو ندیدم که ببینم همین بوده یا نه. گفتن احتمال داره عوارض ناشی از آمپول‌ها یا مسکن زیاد باشه. در حال حاضر سپند امیر سلیمانی به بخش منتقل شده و حال جسمانیش رو به بهبوده. اما سپند امیر سلیمانی متولد 28 آذر ماه 56 در تهران، بازیگر، مجری و نوازنده است. فارغ التحصیل لیسانس رشته بازیگریه که از 4 سالگی وارد عرصه بازیگری شد و سپس سمت نوازندگی و موسیقی رفت و در برنامه خندوانه هم اجرا رو تجربه کرد. فرزند دوم خانواده است و تنهای خواهر بزرگتر از خودش به نام کمند داره. پدرش سعید امیر سلیمانی بازیگر و مادرش خانه داره. با حمایت پدرش از 4 سالگی وارد عرصه تئاتر شد و تا 10 سالگی نمایشنامه خوانی و تئاتر بازی میکرد و بعدا به سمت موسیقی رفت و به صورت جدی تنبک و دف مینواخت. مدتی گیتار هم میزد و چند سالی مدرس موسیقی هم بود، تا اینکه تو زمان دانشگاه تمایل داشت رشته موسیقی رو انتخاب بکنه اما رشته بازیگری قبول شد. سال 70 وقتی 14 ساله بود نقش کوتاهی با پدرش در سریال دندان طلا ایفا کرد، اما به صورت جدی در سال 80 با فیلم نان، عشق، موتور 1000 پایش به سینما باز شد. در سال 77 تجربه کوتاهی با سریال بگذار آفتاب برایت به دست آورد. سپس در سریال آسمان همیشه ابری نیست در سال 89 ایفای نقش کرد. سپند امیر سلیمانی سال 85 در یک جمع دوستانه به واسطه دوستان قدیمیش با مارال آراسته آشنا شد و بعد از 2 سال آشنایی در سال 87 با یکدیگر ازدواج کردند. میگه: رویات من و همسرم خیلی شبیه به همه. مواقعی که کنار هم هستیم خیلی کم پیش میاد حوصله‌مون سر بره یا حرفی برای گفتن نداشته باشیم. همیشه از کنار هم بودن لذت می‌بردیم و با شوخی‌ها و بگو بخندها بهترین لحظه‌ها رو با هم داریم. هم من و هم مارال اهل فیلم دیدن هستیم و هر دو سریع با محیط اطرافمون ارتباط برقرار می‌کنیم. سپند امیر سلیمانی 25 مهر ماه 97 در برنامه فرمول 1 اعلام کرد که سال 93 بعد از 7 سال زندگی مشترک از همسرش جدا شده و حالا تنها زندگی میکنه. سپند دچار بیماری میگرن و هر از چنگاهی این درد به سراغش میاد. او در کنار بازیگری رستورانداری هم میکنه و به عنوان شغل دوم رستوران خودش رو اداره میکنه. آقای بازیگر از هنرمندان سیگاریو در برنامه اکسیر فرزاد حسنی در تلویزیون با درآوردن پاکت سیگار جلوی بینندگان شبکه از عزم جدی خود برای ترک سیگار سخن گفت. همونطور که گفتیم سپند به صورت حرفه‌ای وارد عرصه خوانندگی هم شده. او قطعه به نام پاییز رو منتشر کرده و میگه برنامه جدی برای ادامه فعالیت تو این رشته داره. میگه: عاشق نوشابه هم. با اینکه تلویزیون نشون میده نوشابه حالت اسیدی داره اما باز هم میخوره. کباب سلطانی و باقلا پلو با گوشت هم غذای مورد علاقه هم. میگه: استاد دف من آقای احمد خاکتینت بود، تنها کسی که بیژن کامکار رو تایید میکرد. بعد از اون به هنرستان صدا و سیما نرسیده به تجریش رفتم. همون سالی که برای نام نویسی رفتم گفتن امسال دیگه کلاس های موسیقی تشکیل نمیشه. منم تصمیم گرفتم رشته برق بخونم. میگه: برای من فیلم نامه در درجه اول اهمیت قرار داره، هرچند که در مدت اخیر
همه من رو به عنوان بازیگر کارهای طنز میشناسن، اما خودم دوست دارم مخاطبانم من رو به عنوان یه بازیگر خوب بشناسن. در مورد تجربه کاریش با مهران مدیری میگه مهران مدیری کارگردان کاربلدی و به خوبی میتونه از پس ساخت سریال های مختلف بر بیاد. به همین خاطر بسیاری از بازیگران دوست دارن باش همکاری کنن. خوشحالم در طول این سالها شرایطی فراهم شده که تو کارهای ایشون حضور داشتم. از آخرین آثار سینمایی سپند امیر سلیمانی میتونیم به فیلم کوتاه پیاده در سال 97، فیلم هزار پا در سال 96 و خوب بد جلف در سال 97 اشاره بکنیم. همچنین از آخرین سریال های آقای بازیگر میتونیم به سریال با خانمان در سال 99 و کامیون در سال 99 اشاره بکنیم. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات خودتون رو راجع به این بازیگر عرصه تئاتر و تلویزیون پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت همون حمایت بکنید.